بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضي خوب الحمد لله توفيق داريم بحثمون دعاية مبارك أبو حمزة الصومالي إدامة بديم ما به این فراز رسیدیم که علت های اینکه انسان بی حال میتونه باشه چی ممکنه باشه و بعد رسیدیم به حبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفك وجللني بسترك يا بسترك وعفو عن به بكرم وجهك خدایا به سبب واسطه فضل خودت منو ببخش هبنی رو قبلا هم داشتیم یه موقع چیزی به من ببخش یه موقع اصلا خود منو ببخش و با عف خودت به من صدقه بده خیرات بکن احسان بکن تصدق علینا توی اون قصه حضرت یوسف یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الظر و جناب به بزاعتن مزجفاوفلن الکیل و تصدق علینا پس با اف خودت به من نیکی کن احسان کن و با پوشش خودت ستاریت خودت من رو بپوشان اینا تعابیر رو داشتیم قبلا تو همین دعا هم شبیهش رو و با کرم وجه خودت یعنی به وجه کریم خودت باز هم قبلا داشتیم کردم از توبیخ من درگذر منو توبیخ نکن من خودم مقر و معترف هستم و درست استحقاق توبیخ دارم اقاب دارم ولی بگذر از من سیدی انا صغیر الذی ربیته اینجا حضرت شروع میکنه به اینکه حالا من چه کارها کردم کی هستم و چه خطاهایی هم مرتکب شدم انا الصغیر الذی ربیت من همون خورد سالی هستم که تو رشدم دادی منو بار آوردی بزرگ کردی از طریق پدر و مادر از طریق دیگران ولی اون کسی که مربی اصلی من بوده خودت بودی و انا الجاهل الذي علمت من همون انسان بدون علم بدون تجربه که تو آموختی تعلیمش دادی و انا الضال الذي هديت من همون کسی هم که از هدایت برخوردار نبودم تو به من هدایت دادی در قالب فطرت، در قالب عقل، در قالب وحی و وجد که والا فهدا ما اگر هم هدایت داشته باشیم مال خودمون نیست مثل انک میتون و انهم هم میتون خدا به پیغمبر تو میتی باید که پیغمبر زنده بود یعنی حیات مال خودت نیست و بعد میفهمد وجد که ظالن فهدا این بابه یعنی اگر هدایتم هم داشته هیچ وقت پیغمبر گمراه به این معنا اینکه یه انسان گمراهی باشه نبوده ولی اون هدایتی که داشته از خدا بوده دیگه هدایت فطرت بوده عقل بوده وحی بوده و انا الوضیع الذي رفعته من اون انسان افتاده بودم به زمین افتاده بودم فرومایه بودم تو بزرگم کردی تو دستم رو گرفتی تو بلندم کردی تو عزیزم کردی که از اینا ما یاد میگیریم که ما هم باید با دیگران همینجور رفتار کنیم ما هم باید سعی کنیم افراد زمین افتاده رو دستشون رو بگیریم حالا ممکنه طرف خطا کرده به زمین افتاده دستشو بگیریم بلند شه نه اینکه اگه زمین افتاده یه لغتم بهش بزنیم و بگیم بله این آدم بیخودی بوده فلان بوده بی کمک کنیم دستشو بگیریم و انا الخائف الذی آمنته من اون خائفی هستم اون هر کسی که حراسناکه که تو ایمنی بهش دادی امنیت دادی یکی از اسمهای خدا مؤمنه مؤمن یعنی در امان و ایمنی قرار میده آمنته یعنی چی؟ یعنی بهش امنیت دادی ول جائع الذی اشبعته من همون گرسنه ای هستم که تو سیرش کردی و لعطشان الذی ارویته ای هم که تو سیرابش کردی و العار الذی من برهنه ای هستم که تو مرا پوشاندی خودم که لباسی با, لب... با لباس نیستم که انسان بچه که به دنیا میاد چجوریه باید بپوشوننش و الفقیر الذی اغنیته من فقیری هستم که تو بی نیازش کردی و الضعیف الذی قویته ضعیفی هستم که تو بهش قوت دادی و الظلیل الذی اعززته من عزتی نداشتم تو به من دادین این عزت رو در خانواده در قوم ها دوستان همسایه ها بعضی دیگه تو شهر خودشون، کشور خودشون، در جای مختلف ازذب دارن. وَالصَّقِيمُ الَّذِي شفیته من اون بیماری هستم، سقم یعنی بیماری، سقیم یعنی بیمار، من اون بیماری هستم که تو شفا دادی. و الَّذِي اَعْطَيْتَهُ من اون سائل و درخواست ای هستم که تو بهش دادی. وَالْمُذْنِبُ الَّذِي سَتَرْتَهُ نه تنها تو پوشش ظاهری به من دادی کصوت پوشش روحی و آبرویی هم دادی سترته، گناهکاری که تو پوشاندی گناهانش را و لخاطعو الذی عقلته من خطاکاری هستم که تو خطایش را اقاله کردی یعنی گذشتی ازش نادید گرفتی دیگه چی من دیگه کی هستم و انال قلیل الذی کفرته من اون کمی هستم که تو زیاد کردی عمر زیاد به من دادی جسمم رو رشد دادی عقلم رو رشد دادی علمم تجربه هم خانواده هم تنها بودم حالا خانواده دارم دوستان قوم خیش ها شاگرد ها و المستضعف الذی نصرته من مستضعفی بودم که حتی نمیتونستم کوچکترین چیز بدی رو خطرناکی از خودم دور کنم بچه که بودم نمیتونستم هیچ کاری بکنم یواش یواش قوت دادی و انا طرید الذی آویته علم یجد که یتیما فآوا آیا خدا تو را یتیمی نیافت و بعد پناه داد حالا اینجا میگیم انا طرید من مترودی بودم رانده شده بودم که تو به من پناه دادی معوا دادی خب این همه خلاصه لطفا رو به من کردی و من هم توجه دارم شاکرم در این حال باید اعتراف کنم که خیلی گرفتاری ها و بدی ها هم دارم این اینطور نیست که فقط نیاز من بودم و نیاز برطرف کردی و آب رو دادی عزت دادی غذا دادی شفا دادی فقط اینا نیست یه مشکلاتی هم من درست کردم انا یا رب انا یا رب الذی لم استحی کفل خلا ولم اراقب کفل ملا در خلوت و تنهایی من حیاء تو را نداشتم یعنی وقتی تنها بودم، از کارهایی که ناپسنده تو بود، خودداری نکردم. جلوی دیگران، از باب اینکه دیگران خجالت میکشیدم، ممکنه کاری نکرده باشم. ولی در خلوت ممکنه، خدا نکرده، کار بدی کرده باشم. حرامی را دیده باشم، شنیده باشم، گفته باشم، پس حیای لازم را نداشتم. در خلوت در ملع عام هم باز مراقبت نکردم اونجور که باید حالا درسته نسبت به دیگران خجالت میکشیدم. ولی اونجور که باید جایگاه تو را و حریم تو را در نظر بگیرم و مراقب باشم نبودم تو مناجات شعبانیه اونجا داریم که الهی الحقنی به نور عزت الابحج فاکون لک عارفا و منحرفا و من که خائفا مراقبا خدا یه کار کن که من خوف تو رو داشته باشم و مراقب تو باشم مراقب یعنی خیلی حواسش از نکنه یه کاری بکنه محبوبش ناراضی بشه و ببینه محبوب چی میخواد فوری اون رو بره انجام بده تا خوشحال بشه من این کار رو نکرد انا صاحب الدواه العظمى من کاری ندارم مردم به من چی فکر میکنم ممکن مردم فکر کنن من آدم خوبی هم. ممکن فکر آدم با اون اون چیز سانویه البته قضاوت انسان های خوب به انسان مهمه اگه مؤمنین فکر کنن آدم خوبه یا بده اون اهمیت داره اما مشکل اصلی اون چیزی که من خودم میدونم حالا کسی هم ندونه خودم میدونم من صاحب دواهی جمع داهی است صاحب و دواه لازم. اما صاحب مصیبت های بزرگی ام خیلی وعظم خرابه حالا ببینیم مثلا یه کسی بره پزشک بعد پزشک میگه چیتو میگه؟ آقا مثلا من سرم درد میکنه چشمم درد میکنه گوشم درد میکنه دندونم درد میکنه دلم درد میکنه پام درد میکنه زانوم درد میکنه همهجام خرابه اینجا هم اومدیم پیش طبیب نفوس پیش خداوند شافی می من مصیبت های بزرگی دارم چیه این مصیبت های من؟ انا الذی علا سید هج ترا من کسی هستم که نسبت به آقای خودش جرأت ورزیده و جسارت کرده کسی که تمام هستیش رو مدیون او بوده با او بدی کرده یه جایی اینو من خوندم الان خیلی سال گذشته یادم نیست کجا بود گفتن یک سگی فکر کنم خوندم یا شنیدم ولی یادم نیست س... یه سگی اشتباهی اومده بود بچه صاحبش رو پارس کرده بود و خلاصه ترسونده بود بعد که این صاحبش میاد و خلاصه میگه بچه من هست و اینا میگن سگ فردا صبح دیدن مرده از روی خجالت حیوان طبق غریزش عمل میکنه حالا اینجوریست که بگیم حالا سگ مثلا موجوده. خیلی مثلا با حیایی یا نیست اینا این صفات راجب به حیوانات نمیشه خیلی به کار برد فعل هایی درشون بروز میده که مثلا ما میگیم این فعل یعنی وفاداری فعل ولا صفتشو که ندارن چون طبق غریزه عمل اما به هر حال یعنی سگ هم یه حیوان وفادار یا این آقای من صاحب منه این همه از من مراقبت کرده من حالا اومدم رو اذیت کردم دق کرد. دخل. ما اگر واقعا خوشیار باشیم از اینکه نافرمانی خدا رو بکنیم باید از قصه دقیق بکنیم چطور میشه آقا کسی اینقدر به من خوبی کرده ونم تازه که به خاطر خودت این کار رو نکن من مخالفت کنم انا الذی اصیتو جبار السما من کسی را نافرمانی کردم که یه انسان نیست یه موجود عادی نیست جبار سماس کسی که آسمان تحت قیمومت اوست تحت حکومت اوست این همه عالم به عظمت مطیع اون حالا ما انسان خدا به اون اختیار داده له اسلمه هر چیزی که فی سماوات و الارض برای تسلیم حالا ماها رو اختیار داده گفت خودتون با اختیار خودتون گوش بدید اخ ما نافرمانی کردیم خیلی آدم میترسه چون میدونید این نکته رو میدونید عزیزان وقتی شما با خدا نعوذ بالله مخالفت میکنید یا من میکنم یعنی در واقع به کل هستی داریم اعلام جنگ میکنیم چون کل هستی ملک او دیگه و ملک او هم هست هم مملوکشه هم تحت حکمرانیشه مثلا شما برید توی کشوری یه موقع با یه فرد شهروند عادی دروامتون میشه یه موقع با رئیس پلیس دعواتون میشه یه موقع با وزیر کشور یه موقع با رئیس اون کشور دعواتون بشه و خلاصه با اون مخالفت کنید تمام و دیگه پلیس و ارتش و قوه قضایی همه علیه شما میشه شما را مثلا زده باشی بچه رئیس اون کشور رو مثلا زخمی کرده باشی اگر کسی با خداوند از در صفا و طاعت در بیاد تمام عالم باش خوشن حتی براش طلب استغفار و مغفرت ممکنه بکنن اینها اما اگه کسی مخالفت کنه از عمر میشه همه چی بد میشه انا الذی عصیت جبار السما انا الذی اعطیت علم معاصل جلیل الرشا ما ان بیچاره و بدبختم که اومدم رشوه دادم برای گناهانی که نافرمانی خدای جلیله، خدای بزرگه یعنی هم خودم خطا کردم هم یه جوری اومدم دیگرانو بدبخت کردم تشویق کردم حالا ممکنه رشوه لازما لزوما پول نباشه ممکنه وعده‌ای میده، یه نمیدونم فشاری، تشویقی، تهدید، تطمیع از راه‌های مختلف دیگران رو هم به گناوادار کردن. خیلی وقتا شیطان از طریق خود انسان‌ها، انسان‌ها رو گول می‌زنه. خصوص آدم‌هایی که خوب هستند و ظاهر و صالح هستند. و صلاح هستند که کسی فکر میکنه آدم‌های بدی هستند، ممکنه شیطان از طریق بیاد بیا دادم گول بزنه یا خودمون اونطوری برای دیگران رو گول بزنیم. اینم که بخوایم واقعا گول بزنیم ما ممکن اشتباه میکنیم ولی خب همون اشتباه یک آدم متقی یا مؤمن به حسب ظاهر این باعث میشه که دیگران اعتماد بکنن خلاصه انا الذی اعتیت علیه معاص الجلیل رشح انا الذی حين بشرت بها خرجت الیها اسعا وقتی به من گفتن که این زمین مجلس از این برنامه هست گناه هست با سرعت رفتم ملحق بشم عقب نیفتم از اون افرادی که دارن اون گناه رو میکنن انا الذی امهلتنی فمرعویت من اون کسی هم که تو به من مهلت دادی کار رو بد کردم گفتی بذاریم این بنده ما شاید متنبه بشه برگرده ولی من بر نگشتم و سترت علیه استحیت تو پوشش به من دادی منو، گناهانمو ت... گناهانم رو پوشوندی آبروم رو حفظ کردی ولی من باز حیا نکردم در مقابل تو یا به خرج ندادم و عملت بالمعاصی فتعدیت گناه کردم و حد گذروندم از حد گذروندم تجاوز کردم یه گناه نبوده دو تا نبوده گناه آدم اولش که وارد شد دیگه همینجوری مثل سرازیری دیگه خیلی سخته اولین گناه دومی دو گناه رو آسان تر میکنه. دومی دو سومی رو آسان تر میکنه. و از من و از من عینک فما بالا. از چشمانت منو انداختی. گاهی یه کسی یه کاری میکنه میگن از چشمم افتاد. میگن یه نفری رو برای پیغمبر مثلا اینجوری که تو ذهنم خیلی تعریف می‌کردم مثلا جوان خوبی چیه فلان فرمودن که شغلش چیه کارش چیه گفتم کاری نداره خیلی مثلا حالا حدیثش جزئیاتش یادم نیست مثلا فرض خیلی عبادت میکنه فلان میکنه ولی کاری نداره از چشمم افتاد کسی که بیکار باشه و دیگران بخوان زحمتش رو بکشن این جایگاهی نداره حالا خداوند به ما هشدار داده که آقا این کارا رو بکنید اینها مخالفت معصیت بعضی کارا رو گفته او به حرب من الله این اصلا جنگ با خداست محاربه با خداست مثلا ربا اینطوره فلان قیبت چجوریه فلان خلاصه از چشمت افتادم ولی بازم ما بالایید اهمیت ندادم نعوذ بالله معشوق و محبوب همه اولیا حالا به ما توجه کرده ما ب... بی توجهی میگه اگه این کار رو بکنی دوستت دارم اما اگه اون کارو دوست کار رو بکنی دوستت ندارم نعوذ بالله نداشته باش فبحلم که امحلتنی من این کارا رو کردم اعتیت علی معاصل جلیل رشا اسیت جبار السما فلان فلان اما باز تو با حلم خودت به من مهلت دادی و به سطر که یا به سطر که سطر تنی منو پوشوندی حتی که انک اغفل اصلا انگار خودتو به قفلت زدی تقافل کردی کریم انسان کریم اینطوری حالا خدا که دیگه اکرمون اکرمینه گاهی نادید میگیره خطاها رو اصلا تو تربیت هم یک مربی نباید تمام خطاها رو اظهار کنه که من فهمیدم چون اون متربی حیاش میریزه قپش میریزه یا اصلا دیگه روش از زده میشه خجالت انقدر میکشه خلاصه یا گستاخ میشه یا اینکه خیلی ناامید میشه اگه بدون همه خطاهاشو من متوجه شدم خیلی چیز رو باید با خلاصه به قول معروف میگیم زیر سیبیلی رد کنیم یعنی توجهش نکنیم یه جاهای مهمی رو باید توجه بکنیم خدا که دیگه در رأس دیگه خدا یه جوری با ما رفتار میکنه یه جوری ما رو خلاصه در چشمها و نظر مردم بالا میبره یا حتی مثلا به ما حالت خوب میده موفقیت میده دعاهامون رو مستجاب میکنه فکر میکنیم مثلا ما حالا خیلی مثلا آدم هم حسابی شدیم بابا این همه لطف اونه که انکه اغفلتنی انگار اصلا تو از من قفلت کردی یعنی انگار اصلا هیچی نمیدونی به رو خودت نمیاری همه چیز رو میدونی ولی انگار اصلا هیچی به رو خودت نمیاری هیچی نمیدونی انگار و من عقوبات المعاصی جنبتنی خودت منو از عقوبات گناهان دور کردی جنبه یعنی دور کردن دیگه جنوب جنابت اینا معنی بوده سی و جنب و اتقا در قرآن هم داریم پس خودت من از گناهان مذارب عقوبات گناهان دور کردی حتی خیلی جمله زیبایی است که انکست انگار تو از من خجالت میکشی رود نمیشه به من بگی کار بد کردی گای انسانهای های بزرگوار هم همینطور هستن ها یعنی اونهایی که بویی از کرم الهی بردن همینجوره روشون نمیشه که به افراد بگن شما اشتباه کردی حتی اونایی که براشون کار میکنن نیمید. روشون نمیشه میترسن که این طرف ناراحت بشه لطمه ببینه تا اونجا که بتونن سعی میکنن به روش حتی که انکست ان ده یهیدنی با اون همه عظمت جبار سما حالا از من یلاغوا خجالت میکشه گویا که خجالت میشه این خجالت کریمانه است نه خجالت چون حیا گاهی حیای عقل گاهی حیای حمقه گاهی حیا از نابخردیه مثلا من بلد نیستم روم نمیشه بپرسم این حیای خوبی نیست اما این حیا حیای کریمانه است جاش بیفته هیچ خجالتی هم نداره لا علا ان الله الا یستحی ان یضرب مثلا مثلا بعوضتا یا مثلا ان ذالکم کان النبی ف فیستحی منکم ولی خدا خجالت نداره جایی که لازم باشه این حیای کریمانه است نه حیا اینکه یه آدم خجالتی که اصلا روش نمیشه حرف بزنه و نمیتونه از حق خودش دفاع کنه نه میتونه خیلی خوبم میتونه حال طرف رو بگیره ولی از لطفش حیا ح... ح... الهی لم اعسک حین عصیتک و انا به ربوبیتک ولا به امرک مستخف ولا لعقوبتک متعرض ولا لوعیدک متهاون خدایا من معصیت تو رو نکردم وقتی که معصیت کردم به خاطر این امور یعنی نافرمانی کردم اما نافرمانی ممکنه علل مختلفی داشته باشه مثلا من نافرمانی نکردم در حالی که انا به ربوبیت که جاهد من منکر ربوبیت تو باشم نه بالله نه من اصلا منکر ربوبیت تو نبودم که بگم اصلا کی گفته باید گوش بدم بود یا لا به امر که مستخف بخوام فرمان تو را خفیف و سبک بشمرم بگم مهم نیست نه اینم نبوده خیلی هم مهم خیلی خیلی هم مهم اگه کسی هم ازم بپرسه میگم آره باید همین رایت کرد سومی ولال عقوبت که متعرض نه اینکه بخوام خودم رو در معرض عذاب تو قرار بدم آقا مهم نیست و من میخوام عذاب بشم نه هیچ وقت من چنین حرفی نمیزنم چنین فکری هم نمیکنم، کی میتونه عذاب تو رو تحمل کنه ولال وعید که متحون یا یعنی اینکه نه اصلا تهدید تو رو من کم بشم بگم بگه این کی... تهدیده کی... کی دیده کی شنیده کی, کی عذاب شده کی جهنم رو رفته دیده نه پس اگر من معصیت کردم نه منکر ربوبیتت بودم نه امر تو سبک شمردم نه عقاب تو خواستم برم در معرضش قرار بگیرم و نه خواستم تهدید تو کم بشم لاکن لکن حقیقت مطلب اینه که من همه این ربوبیت و امر و اینا همه رو قبول دارم تهدید همه رو قبول دارم لکن خطیعتون عرضت و سولت لی نفسی و غلبنی هوای و اعاننی علیها شقبتی و غرنی سطر کل علیه فقط عصایی اما اینطور شد یه خطیعه عرا یه گناهی از ما سر زد یعنی یه چیزی نبود که ما روی حساب و برنامه و اینها تصمیم گرفته باشیم که گناه بکنیم و بگیم چون خدا مثلا نعوذ بالله امرش درست نیست یا رب ما نیست یا عذابش مثلا جدی نیست من میخوام گناه بکنم نه نعوذ بالله من اینجوری گناه نکردم یه خطایی آرس شد یه خطایی از ما زد. یعنی خیلی حساب شده نبود روی فکر و برنامه و تصمیم نبود عمدی خیلی نبود یه خطای پیش آمد نفس منم این رو زینت داد هوای نفسم هم غلبه کرد بر من یک هیجانی شهوات در من پیدا کردند و خلاصه منم ضعیف الاراده و سست و اعاننی علیها شقوتی بدبختی منم به این افزود کمک کرد حالا این بدبختی من هم نه که یعنی مثلا یه کسایی ذاتا بدبختن نه یعنی اون کارهای بدی که قبلا کردم و اینا خلاص اون بدبختی جمع شده تو منم اونم کمک کرد بعد از اون طرفم اون پرده ای که تو روی من انداختی رو کل مرخا علی اینم منو مغرور کرد خدا که آبرو منو نمیبره تا به حال اینم لطف داشته حالا اینم میگذره آبری ما رو نمیریزه اومدم سو استفاده کردم پس فقط صعایی تو که رخالفت تو که به جهدی اینا باعث شد که من اومدم گناه رو کردم ولی رووبیت تو منکر نبودم امراتو مستخف نبودم اوبتده که متعرض نبودم لده که متعاور نبودم این شد دیگه اشتباه هم کردم غلتم کردم ولی باب معارضه با تو نبود ضعف خودم بود معصیت و نافرمانی تو کردم و خالفت تو که به جهدی و با خلاص تلاش خودم مخالفت کردم با تو جهد یعنی تلاش الغیبت جهد العاجز کسی که عاجزه بخواد تلاش کنه خودشو بالا ببره دیگران خراب میکنه بیشتر از این نمیتونه کار بکنه خب فلان حالا که اینجوری من گرفتار شدم من عذاب که من یستن قبونی کی میخواد حالا من نجات بده از عذاب تو بدبختی پیش آمده حالا کی میخواد من نجات بده و من عید الخصماء غدن من یخلصنی حالا این کسانی که من بهشون ضربه زدم که حالا این ممکنه دشمن بودن یعنی من باشون دشمنی کردم ضربه زدم آب روشون ریختم رو گاهی هم نه رو دوستی دوستامو خراب کردم دوستامو به گناه کشوندم ولی اونام راضی بودن با هم رفتیم غیبت کردیم تهمت کردیم مسخره کردیم مطلق گفتیم خب حالا اینا فردا میگن تو ما رو کشوندی به اینجا پس خسما ممکنه تو دنیا هم دوست بودن خدا میفرماید الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض روز قیامت دوستها خلیل ها اینا با هم دشمن میشن مگر متقین که دوستیشون باقی میمونه اونا تو دنیا ظاهرش دوست بود ولی در باطن دشمن بودن اون باطن روشن میشه چرا دشمن بودن چون به هم بد میکردن با هم میخندیدن اما در واقع داشتن چیکار میکردن همدیگه رو تشویق میکردن به گناه به ظلم به اطلاف سرمایه عمر و امثال ظالم پس با هم دشمنی میکردن و به حبل من اتصل ان انت قطعت حبلک عن اگر تو این ریسمانی که بین تو و من هست و قطع کنی من به ریسمان کی وصل بشم همه که خودشون دوچار مشکل همه دنبال این که یه چیزی گیر بیارن بهش متمسک بشن نجات حساب کنید چند نفر تو دریا دارن غرق میشن حالا یه هلیکوپتری آمده تنامی انداخته یه نفر گرفته که نجات پیدا کنه خب حالا اگه این قطع بشه بگه من نمیخوام فوش به اینا بده و فلان کنه و نافرمانی کنه اونا بگم میخوایم بریم خب دیگه به حبل کی میخواد این وصل بشه به اینا دیگه هم که دارن هم خودشون قرق میشن خودشون تازه باید یکی بیاد نجاتشون بده به حبل من اتصل ان اتقطعت حبلك اگه تو ریسمان تو از من قطع کنی و اتصمو به حبل الله خداست که حبل داره باقی که حبل نداره. فوا سو اتا ما احسا کتابوک این باشه دیگه برای فردا شب امشب زودتر تمام کنیم چند دقیقه که من یه برنامه دارم بعدش الحمدلله رب العالمین خیلی ممنون استاد سلامت باشید خدا حفظت خوب اگر سوال هست بفرمایید دی ادی سوالی داشتیم یا نداشتیم دیگه استاد دیشب هم بحثی که پرسیده بودیم فرقی بین امان و حفظ و گفتید که آه. اگه, اگه کسی گفتم اگه کسی نکته دیگری به ذهنش میرسه مطرح کنه و اگر اونو کسی هست بفرماد اگه نه سوالی چیزی هم هست فردا شب انشالله در خدمت هستم چون من الان باید آماده بشم برای یه جلسه دیگری استاد یه سوال پرسیدن که خصایصمون رو کریمانه کنیم چطور میشه چطور میشه کار کرد برای این... چطور میشه کار کرد برای این روحیه مثبت و خصایص خوب که کر... کریم باشیم بله, بله. خصایص منو کریمانه کنیم بله خب این خ... خوش بحث خیلی خوبیه بحث مهمی اتفاقا من فردا به انگلیسی میخوام راجع به کریم صحبت کنم چون یه جایی قول دادم راجع به امام حسن علیه السلام صحبت کنم میخوام راجع به همین موضوع فردا صحبت کنم بحث خیلی مهمیه اجمالش رو ارز کنم خیلی خلاصه ببینید اصلا بحث کرامت خیلی مهمه شهید متحری میفهمند که محور اخلاق اسلامی کرامت نفسه خیلی راجع به اینشون بحث میکنه محور اخلاق اسلامی کرامت نفس خداوند هم خب کریم است بعد میفرماد لقد کرمنا بنی آدم انسان ها رو خداوند تکریم کرده و بعد اونهایی که متقی باشن اونات کرامت بیشتری دارن ان اکرمکم عند الله اتقاکم اگر ما میخوایم به خداوند نزدیک تر بشیم باید دارای کرامت بیشتر بشیم و با دیگران هم با کرامت برخوردار کنیم بر رفتار کنیم کریم کسی است که به لحاظ درونی دارای کرامته این خیلی مهمه چون در روایت داره که من کرومت علیه نفسو هانت علیه شهواتو اگر کسی دارای کرامت درونی باشه شهوات براش آسان میشه مقابله میکنه یا از اون ور من هانت علیه نفسو فلا تعمن شره اگر کسی در نزد خودش برا خودش احترامی قائل نیست از شرش در امان نباشید اونهایی که دارای شخصیت هستند دارای روح بزرگی هستند برای خودشون حد و مرزی قائلن هر کاری رو نمی هر حرفی رو نمیزنند. یکی از کارهایی که تواقیت می برای اینکه افراد و مطیع خودشون کنند و اونها رو به هر کاری که دلشون میخوان وادار کنند، چیه اینی که خورد میکنند کرامتشون رو تحقیرشون می فرعون کان یستضعف اهلها میان اونها را خورد میکنن تا بعد اینا رو بتونن به بندگی بگیرن ولی کسی که عزت داشته باشه کرامت داشته باشه که مطیع فرعون نمیشه پس ما باید کرامت درونی داشته باشیم و با دیگران هم با کرم رفتار کنیم دیگران رو هم بزرگ بشمارید بچهتون، دوستتون، قومخیشتون، شاگردتون، همسایتون با احترام صحبت کنید، با احترام رفتار کنید جوری رفتار کنید که به عزت اونها صدمه نخوره بلکه بیشتر بشه کریم یه خصوصیاتی داره حالا من باید انشالله یه موقعی ارز کنم قبلا یه اشاراتی کردم که اصلا چه روحیه ای داره کریم کریم ممکنه پول نداشته باشه به شما بده ممکنه غذا نداشته به شما بده اما دلش برای شماست احترامش برای شماست اگه چیزی داشته باشه میده اگه نداشته باشه خجالت میکشه چون میخواد شما رو معزز بکنه نمیخواد از سر خودش باز کنه میخواد کارتون رو را بندازه که اصلا دیگه نرید سراغ کسی دیگری جلوی کسی دیگه هم خجالت نکشید خیلی مهمه بحث کریم خیلی مهمه حالا انشالله یه توفیق شد شد راجبش صحبت بیشتر بکنیم خب من با اجازهتون رفع زحمت میکنم ان اگه سوالی نکته ای هست حتما یادداشت بفرمایید فردا شب ان وقتمون بیشتره بعدش میتونیم بحث بکنیم ان شاءالله از خدا میخوایم که ظاهرا سوالی خیلی ممنون از خدا میخوایم ان به برکت این ماه مبارک و این شب های عزیز و بندگان صاف و صادق و صمیمیش و ان به برکت دعاهای شما میخوایم که همه بیماران رو شفا عنایت بفرماد همه کسانی که گرفتاری و مشکلات دارن گرفتاریشون رو برطرف بفرماد همه اموات و زبل را شاد و مهمان رسول خدا و امیر و المؤمنین و اهل بیت قرار بده و ما رو هم عاقبت بخیر بکنه الحمدلله رب العالمین التماس دعا خدا نگهدار خدا فصل خیلی ممنون خدا نگهدار خدا نگهدار خدا, خدا.